بسم الله الرحمن الرحیم خدایا به نام تو آغاز میکنیم که هرچه به ما دادی از رحمتت است و هرچه ندادی از حکمتت خدایا به نام تو آغاز میکنیم که تو مهربانترین هستی بخشندهترین هستی خدایا به نام تو آغاز میکنیم که تو رب العالمین هستی و تمام دنیا و تمام آنچه هست و نیست در اختیار توست خدایا به نام تو آغاز میکنیم که از رگ گردن به ما نزدیکتری سلام وقت شما بخیر انشالله که صحتمند و سلامت باشین دوستان عزیز هموطنان گرامیم در سی و چار ولایت افغانستان و در جای جای دنیا که بیننده برنامه هستین. انشالله که صحتمند و سلامت باشین و روزگار و چرخ روزگار بر وفق مراد شما بچرخه امشب قرار است در رابطه با پول افغانی و هویت ملی صحبت بکنیم ما و شما چقدر به پول ما به اسکناس های ما یا بانک های ما ارزش قائل هستیم وقتی که ما به ارزهای خارجی به دلار به یورو به پوند یا به هر پول دیگه که بر میخوریم بسیار با احتیاط در جایی قرارش میتیم که کوچکترین قاط روش نفته اما پیسه افغانی و پول افغانی و هویت افغانی اینچنین مچاله میشه این می ای برمیگرده به نگاه ما به پول و ارزش ارزش گذاری ما به پول افغانی که متاسفانه گاهی وقتا فراموش میکنیم یاد ما باشه گذشته های نه چندان دور که به عناوین مختلف در جای جای یکی به نام شمال یکی به نام جنوب یکی به نام مرکز پولهای اهنگفتی را چاپ می‌کردند و بدون پشتوانه با بوجی ها روانه بازار میشد حالا اثر اثر تکنولوژی هست دنیا تبدیل شده به یک دهکده کوچک و در اینجا نیاز است که هویت ملی و ارزش پول ما حفظ شود ثابت نگه داشته شود اما کدام عوامل و چه افراد و کدام کسان میتونن که از این منجلابی که ما و شما انقریب درش قرار است که غرق شویم ما رو به ساحل نجات بکشانه و کدام نهادها میتونه که کمک کننده و ممد باشه برای ما و شما با شما صحبت خ... هایی را خواهیم داشت. اگر کتاب های گذشته را بخوانین کتاب های تاریخی را بخوانین در گذشته ها مراودات معمولا پایا پای بود خرید و فروش ها یا به عبارتی داد و ستت ها به شکل پایا پای بود جنسی را میدادی و جنسی را می گرفتی اما زمانی که فلز کشف میشه و فلزهای ارزشمندی مثل طلا و نقره و مس جایگزین تمام فلزهای قبلی میشه که آهن هست کم کم ارزش پول و به عبارتی امو ذخیره ها و اندوخته های پولی برای کشورها جایگاه بهتری را پیدا میکنه و ضرب سکه در کشورها رایج میشه و بجای جای معاملات پایا پای و جنس به جنس دیگه از پول به فلزی یا سکه ها استفاده صورت می گرفت اینا تمام مواردی هست که از گذشته تا امروز برای ما و شما به عنوان یک درس است اما به مرور سکه ها و پول های فلزی هم جای خود را به بانکنوت ها و اسکناس ها داد اما ای که ما و شما چقدر در حفظ و نگهداری پول های رایج و اسکناس های چاپی و بانکنوت ها حفظ و مراقبت میکنیم و از خود امور رسالتی را که به عهده ما و شما به عنوان یک شهروند است انجام میتیم و نشان میتیم اینا تمام مواردی است که در برنامه امشب با حضور برادرای عزیزم خیبر خشکی استاد دانشگاه و اقتصاددان یا کارشناس اقتصادی و همچنان بهمن یوسفی استاد دانشگاه با همدیگه هایی را خواهیم داشت با تمام این اما و اگرها زمانی که پول ضرب شده و, و به عبارت سکه ها جای خود را به پول های چاپی میته اینجاست که بر اساس پشتوانه های بانکی و ذخایر اندوخته که ما و شما داریم پول ها جایگاه واقعی و ارزش واقعی خود را میتونه پیدا بکنه اما گاهی وقتا ما چقدر یا به عبارتی به قدری بی احساس میشیم نسبت به پول ما و نگهداشت پول ما که همه چیز را فراموش میکنیم. پول های اندخته زیادی را خواهیم داشته باشیم اما پول های ما مندرس شده است از چرخه اقتصاد حتی میتونه خارج شده باشه که چاپ مجدد از او به مراتب از ارزش اصلی پول به مراتب برای ما و شما گرانتر تمام خواهد شد در جیب های اغلب ما و شما پول هست وجود داره کم یا زیاد این مسئله جدایی است اما این پول چگونه نگهداری میشه ما با هویت خود ما با پول خود ما با اسکناس خود ما با بانکنوت خود ما چگونه برخوردی میکنیم آیا درست از او نگهداری میکنیم یا نه یا نه فقط به خاطر مصرف پیسه هایی که گاهی وقتا ما در سطح شهر میبینیم در دکان ها در تانک تیل ها در موتر ها وقتی که یک پیسه نوی را میتی میبینی وقتی که میدهش برات میتن پنجایی و دایی و بیستی و چندی و چندی که اسکاشتیب هایی که به کار رفته به مراتب از اصل خود پول کرده زیادتر هست این نشان دهنده از است که ما در حفظ و مراقبت هویت ملی ما و اسکناس های ما و بانکنوت های ما دقت نکردیم پس خوب است که ما و شما به خاطر از اینکه هزینه های بیشتری مصرف نشود برای بانکنوت های جدید و چاپ بانکنوت های جدید بانکنوت هایی را که داریم درست ازش استفاده بکنیم و یقینا بانکنوت های جدیدی در راه است که انشاءالله خواهد آمد و وارد بازار خواهد شد وقفه کوتاهی داریم برمیگردیم با ادامه برنامه هم خیلی خوش برگشتید به ادامه برنامه امشب و سلام خاص داریم به او دست از عزیزایی که همین لحظه با جمع بیننده های برنامه امشب پیوستن و تشکر میکنیم از حامی مالی برنامه اگر میخواهید ذهن هوشمند فکر توانمند و زندگی سعادتمند داشته باشید پس انرژی قوی صحی و نفیس پارتی را فراموش نکنید در لحظه مهماندار هستیم برادر عزیزم خیبر خشکی کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه با کمال افتخار من دعوت میکنم که با جای در تشریف سلام شما کمره های ما در اختیار شما سلام مقدمه و صحبت های ابتدایی با بیننده های محترم داشته باشید کازمی سایب عزیز در ابتدا عرض عدب و سلام دارم خدمت شما خدمت همکارای تخنیکی و بیننده های تلویزیون زیبای طلو سلامت باشید جناب استاد ما در رابطه با پول افغانی که همو هویت ملی ما را هم در حقیقت تبارس میته بحث امشب ما در حقیقت هست گاهی وقتها ما میبینیم که دلار، یورو، پاوند، هر پیسه دیگه که هست حتی اجازه نمیتیم که قاط شوه قاتش نمیکنیم ولی پول افغانی را که هویت ما هست مچالش میکنیم ما میخوایم که صحبت های آغازین را در رابطه داشته باشیم که اصلا چه کنیم که واقعا هویت ملی و پول افغانی ما و شما جایگاه ویژه خود را پیدا بکنه کازیمی صاحب عزیز بسیار به یک موضوع خوب و موضوع حساس در ادوار تاریخی بحث کردین د ای آخر پول نه تنها که وسیله است بلکه جزء از قدرت سیاسی، اقتصادی و هویت کشور است. ببینین بی از لحاظ اصول اهمیت موضوع به این بر گرده که ما پول من حیث وسیله تنها استفاده میکنیم یا من حیث وسیله با ارزش هویت ملی فرهنگی و اقتصادی خود استفاده میکنیم ببینین بی اکثر قدرت های بزرگ از خود یک سلسله سمبولای دارند کونا در جهان بارزیت از او کشور نشان میتن مثل جهان غرب اگر مثال امریکا را بتیم اگر جهان اروپا را مثال شد بتیم نزدیک کشورهای مسلمانی عرب ما را بتیم یکی از سمبول بزرگ قدرت و نماد از یا او پول از یا هستن بیرق و میشه که نماد ملی خودشان باشه ولی پول نماد قدرت است که فراتر از مرزهای از یا چی میکنن؟ حرکت میکنن وقتی پول فراتر از مرزت حرکت کرد پول به ثروت تبدیل میشه وقتی پول به ثروت تبدیل شد ثبات اقتصادی را تضمین میکنه به می خاطر اکثرا پالیسی ها و استراتژی ها در بود اقتصاد اقتصاد پولی سرازی می چرخه که ما چطور می توانیم ثبات پولی خود حفظ کنیم از بود اقتصادی حفظ ثبات پولی برمیگرده به پشتوانایی که دارن پشتوانی پول در سابق خود پول و طلا بود امروز پشتوانی پول رشد صنعتی کشور است رشد اقتصادی کشور است و داشتن ذخایر معدنی است متاسفانه در سالیان گذشته ما نتانستیم ثبات خود حفظ کنیم یک از بود سیاسی دوم از بود فرهنگی ما زیر تجاوز یک سلسله همسایه های خود بودیم پول اینا به نحو از انهار در کشورها ولایت مرزی حاکمیت بالای پول ما داشتند شما اگر به جنوب غرب برین بله. تومان ایرانی است اگر بر شرق برین کلدار پاکستانی است یک سلسله پالیسی ها در آخر حکومت گذشته پالیسی های کارا بود اینا تانستند که یک ذره افغانی را من هویت ملی در وجود جز دینه انسان ها ترزیق کنند باز هم اینجا مسئولیت های دولتی زیادتر در او زمان هم در فعلا ضعیفتر بود ای به این مفهوم است که ما من حیث دولت باید پروگرام های تغییر سلوک و تغییر فکری در جامعه خود داشته باشیم این برنامه ها ما را کمک میکنه که ما ارزش و هویت خود در جامعه به شکل اساسی ترزیق کنیم در ذهن جامعه خود دقیقا. ببینین اگر ما میخوایم پول من حیث هویت ملی بر طبیع کشور خود با ارزشتر نگاه کنیم پول قاد کنن در بکسک مقبول نگاه کنن من حیث حیثیت خود نگذارن زیر پای و کلولیش نکنن ای بر که ما چقدر تغییر سلوکی در جامعه خود ایجاد کردیم درست جناب استاد شما از صبات اقتصادی و رشد اقتصادی و ای که در گذشته ها حتی تا حال هم ما با ای برخورد میکنیم که معمولا زخایر اندوخته یک کشور در بانک های جهانی زخایر یا سرمایه های نهفته در دل خاک در افغانستان در مم. کشورهای دیگر به عنوان ثروت یاد میشه اما ما نتونستیم او را تبدیل به سرمایه بکنیم حالا ما پرسش خود ای قسمی رو میخوایم مطرح بکنم که چی کنیم که ثبات پول افغانی در مقابل ارزهایی که یا های دیگر کشورها مثل کلدار مثل تومان ایرانی که متاسفانه در برخی از ولایت‌های مرزی حداقل مرسوم هست و از طرف دیگه افغانستان بانک هم مسئولیتی داره سرای شاهزاده هم به عنوان یک نهاد و یک جایی که پول را به شریان اقتصادی کشور تزریق میکنه مسئولیت داره چه باید بکنیم که ثبات افغانی از دست نره کازیمی سه بسیار یک موضوع اهم بحث کردین. ببینین وقتی ما سر ارزش و ثبات اقتصادی و این مسائل بحث میکنیم یک سلسله عوامل است که در کشورها سر از تاثیر گذار است ما این عوامل به چهار کاتگوری تقسیم میکنم یگان عامل بزرگی که ما را کمک میکنه ثبات اقتصادی بلخصوص ثبات پول خود به مقابل اثار خارجی حفظ کنیم موضوع سیاسی است چتر سیاسی، موقف سیاسی ما، عدم زد خورد سیاسی، رسک و خطراتی که در ما در جامعه داریم اگر ما بتانیم به شکل درست ای را مدیریت کنیم ما میتانیم ثبات خود حفظ کنیم به طور مثال به ما نزدیکتر میریم امارات شما خبر دارین در ظرف 15 سال گذشته صفر اشاری یک فیصد هم تغییر در ارزش پول از نیست ثبات خود به شکل منظم حفظ کردن ببینین بسیار یک مقاله زیبا را بحث کردین ما اگر از انجین اقتصادی بس میکنیم سه حلقه بسیار خوب در انجن وجود داره خانوار است تصدی است و دولت است این سه حلقه باعث حرکت یکی دیگه میشن حرکت هر سه حلقه باعث تحرک انجین اقتصادی ما میشه هر حلقه ما که ضربه ببینه متضرر شوه باعث ضربه بالای حلقات دیگه است بلوموم سکتور اقتصادی یا ماشین اقتصادی ما فلج میشه وقتی شما... ما ثبات اقتصادی نداشته باشیم ثبات پولی شما میفهمید خانوار یکی از این علاقات است اینا یک ماش مشخص میگیرن شما یک ماش مشخص از طلو و موبی گروپ میگیرین این ماش منظم به خاطر برنامه های زندگی خود برنامه ریزی میکنین اگر ثبات از بالا و پایین میشه ما یک کشور وارداتی استیم خریداری به اثار خارجی میشه این نظم برنامه ریزی خانوار شما چی میشه؟ به هم وقتی به هم خورد سکتور خصوصی هم به هم دولت هم به هم مکمل تخریش میشه سیستم افتسانی. درست پرسش آخر و خیلی کوتاه میخوایم بپرسم در گذشته ما بحث چندین نوع اقتصاد حداقل شما بهتر میفهمیم که وجود داره بحث اقتصاد مختلط هست اقتصاد بازار هست و مواردی از این قبیل در شرایط فعلی چه روشی میتونه ما را از همین گردابی که درش در حال غرق شدن و دست زدن هستیم بکشه ما اکثرا در تلو نیوز در بحثای, بحثای اقتصادی خود سر ازیم وقتی که در برنامه د آخر سوال میکنن میگن شما چی فکر میکنین رای حل مشکل چیست ما تا وقتی که یک تعریف درست از نظام اقتصادی خود نداشته باشیم ما هیچ وقت به اهداف بزرگ خود نمیرسیم ببینین ما اکثرا عمدتا چهار نظام بارز در جهان وجود داره نظام کپیتالیزم است کمونیزم است نظام اقتصاد اسلامی و مختلط است اکثر کشورهایی که پیور یا خالص کپیتالیزم رفتن یا سوشیالیزم رفتن در یک نقاط خاص اینا به بندش مواجه شدند بنا اگر شما مثال چین یا روسیه ببینین اینا به نظام های مختلط رو آوردند خوبی های نظام کپیتالیزم هم گرفتن خوبی های هم گرفتن یک نظام بارستر خوبتر نظر به ضرورت جامعه و اهداف بزرگ ملی و بین المللی خود ساختند توصیه ما از امی تریبیون به حکمرانای افغانی است بیاین با در نظر داشته ضرورت ها و واقعیت های جامعه خود و داشتن منابع خود تعریف درست از نظام خود داشته باشیم آیا نظام مبتنی بر سکتور خصوصی می خواهیم؟ نظام مشخص از اسلام می خواهیم؟ نظام واضح تعریف شده به اساس مورال و اخلاقیات است. چی نوع نظام می اولویت های نظام ما چیست مهره ها و ستون های اصلی نظام ما چیست در بود سکتور خصوصی ما چی اهداف داریم در بود خانوار چی اهداف داریم در بود ملی چی داریم تعریف از منافع ملی ما از بود اقتصادی چی است اینا واقعا بر ما یک نقشه های یا یک تصویر بزرگ واضح میکنه در محور از راهکارها و اقدامات عملی خود خیلی سپاسگزار هستم از شما برادر بزرگوارم خیبر خشکی کارشناس اقتصادی و استاد دانشو از گیر دعوت ما را پذیرفتیم و خیلی عالی هم سخن زدید خواهش میکنم کازی میسید شما موفق محفظ سر بلند باشید زنده باشید از شما بیننده های عزیز هم ما سپاسگزار هستیم وقفه کوتاهی داریم زود زود برمیگردیم با ادامه برنامه امشب همراه خیلی خوش آمدید همچنان در خدمت شما هستیم در بخش چیگپای امشب هم به موضوع برنامه همو پول ملی و هویت افغانی که ما شما همیشه شعار میتیم همیشه گفتیم همیشه میگیم اما برخی از دوستان ما را میبینیم و شاید هستیم که نه به هویت و اصالت افغانی خودشان افتخار میکنن نه به اصالت و هویت پولی و اقتصادی خودشان ارزش قائل هستند پول را مچاله می اخلاق را به کسافت دانی خدای نکرده میندازیم اینا مواردی است که ما و شما در رابطه با او بار بار شنیدیم شعار دادیم اما در قالب عمل کمتر موفق به تطبیق شدیم کمتر به دلایل مختلف یا تعصب کردیم یا حسادت کردیم هر دلیلی که داشته به جای خودش اما امشب در رابطه با ارزش پول افغانی می خواهیم صحبت بکنیم با شما شما بهتر می فهمین که هر چقدر که پول به گردش در می پول کشور به همون اندازه خرید و فروش و قدرت عرضه و تقاضا به مراتب بیشتر میشه و این پول بیشتر به گردش در میاد وقتی پول بیشتر به گردش درآمد خب طبیعتا امرار معاش و درآمد هم در ای میتانه که وجود داشته باشه اما در برخی از ولایتهای ما خصوصا ولایتهای همسرحد با کشورهای همسایه ما متاسفانه می که به جای پول افغانی از پول های خارجی استفاده میشه یا کلدار است یا تومن است یا روبل هست، یا یوان است خیلی جالب است شما در هر مرزی که با افغانستان قرار داری ده همون مرز به جای پول افغانی که هویت ملی ما و شما هست و ثبات اقتصادی ما و شما را میتونه نقش بده اما متاسفانه بدون پاسپورت پول های خارجی وارد افغانستان میشه و پول های افغانستان و هویت افغانستان و اقتصاد افغانستان را خارج میکنه اینا درد است اینا مشکل هست یک کارشیوه ما و شما باید یک کارشیوه اخلاقی حداقل برش پیدا بکنیم ما و تو به عنوان یک شهروند به عنوان کسانی که سهمدار امی سرزمین هستیم و هیچ کس این سرزمین از ما و شما گرفته نمیتونه پس چرا هویت ما رو بگیره جایی که هویت ما اگر گرفته شد زمین ما خود به خود گرفته خواهد شد اگر میگه که قرار است جایی را تصرف بکنی قبل از اینکه خاکش را تصرف بکنی افرادش را تصرف بکو پس ما و شما به عنوان افراد ای جامعه نقش و رسالت خود را در رابطه با حفظ پول افغانی و ارزش گذاشتن به پول افغانی که هویت ملی ما و شما هست ثابت بسازیم نه در قالب شعار در قالب عمل اما دلایل به ارزش شدن پول چی هست یا پول ها از عوامل بی شدن پول میتونیم با چاپ بیش از حد و بی مورد پول اشاره بکنیم که رابطه چاپ پول با تورم همیشه به صورت خواسته یا ناخواسته به حالت موازات همدیگه حرکت کرده هرچقدر که شما پول را بیشتر چاپ کردی و عرضه کردی به بازار به با همو اندازه تورم را بیشتر میسازی یعنی حالا اگر قرار است کچالو را به مبلغ سیر به طور مثال 200 افغانی بخری حتما شما به یادتان هست که یک زمان های نه چندان دور شاید دو دهه پیش شاید سه دهه پیش 20 یا سی سال پیش شما حتما به خاطر داری کسایی که در او دوره زندگی کردین که شما به خاطر خریدن یک سیر کچالو، یک پیپ روغن، یک بوجی آرت، یک بوجی برنج شما دو بوجی پیسه را می بردی پیسه که واقعا به پشتوانه بود پیسه که هر کس به خود در شمال یک نفر پادشاهی میکرد، در جنوب یک کس دیگه پادشاهی میکرد، در مناطق مرکزی یک کس دیگه پادشاهی میکرد، کرد به امی خاطر تورم بالا می رفت تورم پولی شما دنیا امروز ببینید دنیا امروزی که با یک کارت کوچک که داخل جیب خودتان دارین و او کارت در تمام بانک ها در تمام آبر بانک ها در تمام دستگاه های ای تی میتونه برای شما پول بده چون پشتوانه داره پشتوانه شما هم رو ذخیره کردین در بانک ها چقدر ارزشمندتر هست تا ای که شما برای خرید یک کیلو برنج و بوره و روغن و چی و چی یک بوجی پیسه را پشت کرده باشین و به با بازار ببریم. اینا تورم را به وجود میاره که خیلی خیلی باید جدی باشیم و در نگهداری پول هم دقت بکنیم اما چه عوامل باعث کاهش ارزش پول ملی میشه یکی از مواردی که ما و شما مسئولیت داریم به عنوان یک افغان به عنوان یک کسی که قلبش به عشق افغان افغانستان می تپه این را مسئولیت داریم و این رسالت ما و شما هست که این موارد را در نظر بگیریم یک در صورتی که واردات واردات ما و شما بیشتر از صادرات جایگزین شوه شما هر چقدر که از کشورهای دیگه اجناس را وارد افغانستان میکنی به همو اندازه بازار اقتصادی را برای او کشورها وسیع تر ساختی و بازار تولید را برای تولید کننده افغان و هموطن خود بسته تر ساختی دو، چاپ پول بی پشتوانه که در آغازم گفتم سه، عدم ثبات سیاسی چار، بالا رفتن حجم نقدینگی در جامعه پنج، کاهش تولید ملی و عدم با کارگیری صحیح بخش خصوصی در سرمایه گذاری ها اما چند پرسش خیلی 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 کوتاه اولین پرسش نرخ ارز چیست پرسشی است که باید از خود ما داشته باشیم که پول ما در مقابل ارزهای خارجی و جایگاهش چه قسمی است قیمت یک واحد پول خارجی در مبادله با پول رایج کشور چگونه باید شکل بگیره و تعیین کننده بالا یا پایین رفتن قیمت پول افغانی و ارزش پول افغانی در مقابل ارزهای دیگه چگونه هست چه عوامل موجب تعیین افزایش ارزش پول میشه هر چقدر تقاضای خرید اجناس در یک خانواده برای یک فرد بیشتر پیش میه به اما اندازه تولید کننده مجاب به ای میشه که بیشتر تولید بکنه یا خدای نکرده صادر کننده صادر بکنه که ما ترجیح میتونم به عنوان یک افغان تا جایی که میتونین به تولیدات وطنی ما احترام قائل شویم تمام ادارات دولتی تمام شرکت ها تمام دوایر غیر دولتی حتی بیاییم اجناس داخلی را خریداری بکنیم استفاده بکنیم که یقینا موتورهای اقتصادی و سرمایه های پولی ما شما هم حفظ میشه هم به گردش در می و هم خانواده هایی که احیانا به دلایل مختلف بیکار هستند صاحب کار میشن صاحب روزی میشن صاحب روزگار میشن و میتونن که یک لقمه نان را بر سر دسترخوان برای اولاد خودش و برای خانواده خودش فراهم بسازن اینا مواردی بود که با شما شریک ساختم انشاءالله که همه ما شما نه در قالب شعار در قالب عمل این موارد را در نظر داشته باشید رفت و برگشت کوتاهی داریم برمیگردیم با برنامه خودتان همراه باشید ای گفتو او پیویسی رو بان پیویسی رو فلزار با پایه شغراز نگی کن؟ ارکنش منظم با ترتیب دسته گل او قدو جبنه میفهمي يا داسالو اوس بخیر خو بس دناجور خلاص او خیر وینم کورګرایتم او کلکونه پیوسی مورشان او پیسې ته ازي بل کنه ته مازی بهته ته پیسې ته چانس ته پیسې ته پیسې ما سيز دازر اه سيز دازو په کومه چکاس سيزدار دالا چره ها ای پیسې نیس ای پیسې خوت اتاس اه پیسې و اتاتاس بیا در نه صحیح آسي پیسې و اتانې ما آسي پیسې و اتانې ما مې فهموم صحیح سه ما دې فهموم پیسې و اتانې ما مګر مګر ما ملې مو ته دالا رهس وته در ما خودکشي بیگانه پرسته دیده و دم مگم دلار پرستی افغانی کش ناو که تو هستی بگی پیسه هست چرا پیسی خود ارزش نمیتی بیادر آلا می دلیل چی هست که پیسی خود ارزش نمیتی تو میره برای ما بگو او بیادر قنم ما تو معامله کدیم دلار، مارا بتر دلار.

عقل داری نه داری عقل نه باشه جان در عذاب است شاعر ګوته عقل نه باشه جان در عذاب است تو څنګه نه میفهمی او ندان نه معلوم میشه می برخرد شما از غپای شما معلوم میشه کی شما بسیار ادمه با عقل است او مشائری کی شما را مشوره ميته کذي شعر شما را مشوره ميته او او عقل من تره شما هست خو ما چکورم بر تو ډالر درم dolar. İ dükkan dolar es, mamiliş dolar es, işte şiş dubar kaç dolar es, işte raftar dolar es, işte dolar dolar kudush. Yak pesi es ki bir adet kanıma muhabbet aziyat mı ekona, sadakat ziyat mı ekona, rafakat ziyat mı ekona. İşte açık gitti gitti ki dolar, ne gitti pesi ki kokul nazar. Ah, pesi ki kokul nazar, fikir kuki bir adet kanıma. Bulbul ki sinçil nadaş. Sayısı, sayısı doğru. میگه قدر کاکولدار رو بگو که کاکولاید نریزه نه؟ سیس سیس افسوس به حال ما به حال تو و به حال تو نگو شما بگوید سواد داری؟ آه شما نه که چرا اک را که به حال ما آه نه نه به حال ما و شما دالر بیار بچه ها پیویسی از ایره واس کنین در دان دانه زی بزنین او پیویسی رو پس بیارین برو به بیار. <تصفت> 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 خاطر گرد گرفته بودی ډالر نداري په خاطر ګرد پیښې شي نه ډالر نداري په ځای کې قند مشهدي ډالر نداري خسګاري راوړم کوئ ځان میګیږئ ډالر نداري په ځای کې قند مې ایسو بره ایسو بره نشم ایسو کوفتم ایسو کوفتم ایسو 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 کوفتم ایسو ایسو سې کو актыه تو افغاني وارياس актыه م ډالري خوش آمدید به ادامه برنامه امشب در بخش پایانی خوشبختانه مهمان داریم اما قبل از اینکه به سراغ مهمان ما بریم تشکر میکنیم از حامی مالی برنامه اگر میخواهید ذهن هوشمند فکر توانمند و زندگی صحتمند داشته باشید پس انرژی قوی صحی و نفیس پارتی را فراموش نکنید دعوت کردیم از برادر عزیزم استاد بهمن یوسفی استاد دانشگاه خیلی زیاد خوش آمدید عرض سلام خدمت شما عزیز. استاد عزیز ما به نام استاد مشناسیم شما خوش خواهش خوش میکنم بسیار موفق که به خانه های همه شادی و خوشی و فرهنگ و همه چیز بر میارین و خدمت بینندگان عزیز سلامت باشید جناب استاد ما در رابطه با پول افغانی و هویت ملی که پول افغانی هویت اقتصادی و ملی ما هست صحبت را رو تا حال داشتیم اما برای بلند رفتن ارزش پول افغانی در بازار و نگهداری پول در بین خانواده ها و افراد چی راهکارهایی را شما به عنوان استاد دانشگاه پیشنهاد میکنیم که هم از نگاه ثبات اقتصادی جایگاه واقعی خود را بتانه پیدا بکنه هم از نگاه نگهداری ما بتانیم خانواده ها را یک فرهنگ سازی شوه که همی هویت ملی را مچاله نکنیم تشکر موضوع برنامه بسیار موضوع جالب است واقعا چیزی است که ما چی از نگاه روانی بسنجیم پول یک مسئله بسیار مهم است از نگاه فرهنگی اگر بسنجیم مسئله بسیار مهم است از نگاه مادی اگر بسنجیم باز هم مسئله بسیار مهم است و بدون شک وقتی که ما میاییم به خاطر که ما برای فعلا پول به صورت فیزیکی استفاده میکنیم استفاده فیزیکی از پول ما را وادار به این میسازه که ما در قسمت نگهداری از ای اول بسیار کوشا باشیم چون در از کشورها وقتی که مسئله نگهداری از پول میشه پول های فیزیکی بیشتر پول های رایج هم سکه تولید میکنن مثلا ژاپن تا 500 ینیش سکه است فقط هزار ینیش مساله کاغذی هست, هست. اسکناس است اگر سکه باشه بهتر نگهداری میشه درست. و اگر اسکناس باشه یک مقدار مشکل است جناب بسطور ف... مز... میخوایم چون بحث سکه و اسکناس شد شما بهتر میفهمین که در حال حاضر ما بالاترین سکه را که در افغانستان مرسوم است از پنج افغانی بالاتر نیست بلد. کمی پنج افغانی هم خیلی کم شده و استفادهش هم کم هست بلد. اما بالاتر از او با کیفیت های پایین متاسفانه چاپ میشه که زود مندرس میشه و زود از بین میره و باز برای تجدید چاپ همین پیسه ما سه برابر از او را هزینه میکنیم بدون پشتوانه درست و دقیق اقتصادی متاسفانه چه کنیم که از مندرس شدنش جلوگیری شود و چه کنیم که امی صبات پولی در افغانستان و بین مردم افغانستان در مراوداتشان حفظ شود بله اولی که خود چاپ پول بسیار رحمیت داره که متاسفانه ما خو آلخو چاپ شده متاسف. آلاخو چاپ شده دوم باید فرهنگسازی صورت بگیره در قسمت نگهداری از اینا اکثر هموطنان ما که پول ندارن پول مستقیم به جیب میاندازن و شاید پولی نداشته باشه که داخل بکس اگر داشته باشه اگر داشته باشه ایره به با دست یا به جیب مستقیم مندازن که باعث مندرس شدن میشه دوم خصوصا دست ها و در دا داخل موتر این پول به صورت درست استفاده نمیشه اینی در قسمت نگهداریش اصلا کسی توجه نمید چون فرهنگ سازی نشده تا هنوز این مثل یک برنامه خوبی شما چون این برنامه برای مردم گرفته نشده که او برادر بلیاز خدا اینمی پول یعنی هویت فرهنگی ما یعنی هویت اقتصادی ما یعنی ارزش ما تا هنوز گفته نشده در قسمت ثبات پول باید پول پشتوانی اقتصادی داشته باشه اگر ما پشتوانی اقتصادی نداشته باشیم ثبات پول کار سخت هست ببینید ما امو توازن واردات و صادرات ما یکسان نیست ما تقریبا 90 فیصد بالای 90 فیصد واردات داریم 7 فیصد الا 7 فیصد ما صادرات داریم خب پول از اینجا خارج میشه اما پول دوباره پس در اینجا وارد نمیشه او هم با پول خارجی, برای خارجی. برای. با پول خارجی وقتی که با پول خارجی ما مبادلات تجاری داشته باشیم بدون شک که بازینی مسئله ارزش پول میای پایین چون پول خارجی زیاد میخریم تجارت با پول خارجی میشه حتی مبادلات داخلی ما گایوخات با پول خارجی میشن جناب استاد ما بحث ما هم جا هست که ما از یک طرف بحث ارزش پول افغانی رو میگیم عذرخواهی خواهی میکنیم از یک طرف بحث هویت ملی را از یک طرف بحث ثبات اقتصادی و پولی را از یک طرف بحث نگهداری و فرهنگسازی نگهداری پول را مطرح می کنیم اما با تعبیر شما هنوز هم موتر میخریم با دلار مبادله میشه زمین میخریم با دلار مبادله میشه خانه میخریم با دلار با متراژش با دلار باید معامله بکنیم و مبادله بکنیم اما در ارزشگذاری به هویت پول و پول افغانی متاسفانه در این سه بخش کلان حتی در بحث صادرات و واردات که شما اشاره کردید حالا چه پیسه هایی که از افغانستان خارج میشه و هیچ پیسه در مقابل او پیسه های خارج شده وارد نمیشه متحدث. چی کنیم که همین مبادلات به عبارتی به مشکل اساسی خودش به خاطر پاسداشت از هویت ما انجام شود فرهنگ سازی از خانه ها شروع میشه فرهنگ سازی از مکاتب شروع میشه فرهنگ سازی از دانشگاه ها شروع میشه فرهنگ سازی از آدرس رسانه ها ایجاد میشه و به مردم میرسه ما به برنامه های چونی همچونینی که شما امروز امشب دارین این چونین برنامه ها را زیاد بکنیم در مکاتب یادآور شویم و سیاست پولی و اقتصادی خوبی را از آدرس خود حکومت و خصوصا بانک مرکزی و نهادهای پشتبانی اقتصادی باید داشته باشیم اگر ما سیاست پولی و اقتصادی خوبی را نداشته باشیم چونین مشکلات بر ما همیشه پیش خواهد آمد مثلا ما شما بیشتر حتی در بعض از ولایات ما اه. که همسایه ها وجود داره مثلا ولایات غربی ما متاسفانه تومن میچله و کلدار و بعضی ولایات ما کلدار میچله این از امو عدم متاسفانه اگر او هموطن ما از ارزش اصلی فرهنگی و اقتصادی و افتخار حتی افتخار ما سی از ای اگر آگاه باشه از پول های همسایه ها هیچ استفاده نمیکنه از پول رایج تجارت بین المللی مثل دلار اگه استفاده میکنه با اون سیستمش استفاده درست. میکنه و مقدارش استفاده, درست. میکنه چه باید بکنیم و مسئولین در امارت اسلامی در افغانستان بانک و نهادهای مربوطه سرای شهزاده و تجار بزرگ ملی ما و بین المللی ما کاری بکنن که اه اه در معاملات خودشان از پول افغانی و رایج استفاده بکنن ما را برمیگردیم به فرهنگ و برمیگردیم به چنج یا تغییر تغییر از دو آدرس صورت میگیره چی تغییر فرهنگی باشه چی تغییر اقتصادی باشه چی تغییر اجتماعی باشه چی تغییر در سازمان باشه چی تغییر در رفتار ام. باشه از دو آدرس شکل میگیره تغییر بالا و با پایین گونمو سیاست گذاری و پالیسی های خود حکومت و دولت ام. هست که باید اینا سیاست ها و پالیسی های خوبی را در قسمت داشته باشه با برنامه راهکارهای خوبی را بسنجن مهم. که از آدرس بالا به با پایین ای تغییر تطبیق شود و آدرس دوم چنج از پایین به با بالا هست از پایین به با بالا ما دانش مردم را تغییر میتیم مهم. تغییر در دانش باعث تغییر در نگرش میشه تغییر در نگرش باعث تغییر در رفتار فردی میشه و تغییر در رفتار فردی منجر به تغییر رفتار جمعی میشه ما اگر هم از بالا به با پایین تغییر شروع بکنیم که سیاست ها و پالیسی ها و روی کرد های در بحث, حکومت کلان و هست. در بحث کلان هست از این طریق ما زود به نتیجه می رسیم زود سریع به نتیجه می رسیم اما اگر باز از پایین به با بالا تغییر شروع نکنیم باز ای زود به نتیجه رسیدن بالا و با پایین تعادل برقرار بله، نمیشه بله درست باید. ای پایدار نمی باشه از بالا به با پایین زود باید نتیجه بده از پایین به با بالا که باز میریم او پایدار میمونه دیر نتیجه میتا ما پایدار می درست ما باید از مکاتب بادی فرهنگ سازی را شروع بکنیم درست. اگر ما بخوایم حساب بکنیم یک خط مابین هم وجود داره که تعادل هست ما امی تا عادل را متاسفانه در سیاست خود ما نه در سیاست خارجی ما نه در سیاست داخلی ما نه در سیاست پولی ما نه در ثبات پولی ما هیچ گانه تانسیم برای شک برنامه مدون و مشخص به وجود بیاریم حالا وظیفه دولت چی هست که همین سیاست را نهادی نبسازه که ارس برسه حتی برای حکومت های بدی برای افراد بدی میگه ما زمان به هدف میرسیم که یک فرد مناسب در جای مناسب در زمان مناسب در نقش مناسب باید استفاده شود با بارتی هم کار به اهل کار سپرده کار به اهل کار با اساس شایستگی و بایستگی باید سپرده شود دو وقتی که ما ای کسایی که متخصص هستند کسایی که پرفشنال هستند ما میاییم در بخش اقتصادی پرفشنالای اقتصادی رو میاریم در بخش فرهنگی پرفشنالای فرهنگی و هر چیز ما باید روی کار خوب داشته باشیم باید استراتژی خوب داشته باشیم نظر به با فرهنگ و روحیه افغانستان نظر به شرایط افغانستان نظر به جایگاه فعلی افغانستان و نظر به تغییر و تحول که افغانستان میتونه ده او تاثیر و تاثیر بله, بله. داشته باش یقینا ما باید او برنامه ها را داشته باشیم و برنامه ها که داشته باشیم تطبیق از او خیلی مهم است مهم. که ما باید یک نهاد داشته باشیم که خوب نظارت بکنه خوب ارزیابی بکنه و کار دولت خوب هم همین است بله خوب از بد تشخیص بده و مسائل مثلا که کی کی هست بگوی چی کار کرده چقدر کارش مؤثر بوده اونو زمان ما میتونیم بگیم که بله اونمو خد تعادل بین بالا و با پایین و پایین و با بالا حفظ شده بله یک حد تعادل بله میانه روی در همه چیز خیلی سپاسگزار هستم از شما برادر بزرگوارم بهمن یوسفی استاد دانشگاه از اینکه دعوت ما را پذیرفتیم سپاسگزار. تشکر از دعوت. ممنون. و همچنان از شما بیننده های عزیز هم خیلی سپاسگزار هستیم که تا این لحظه و برنامه خودتان امشب همراه بودید. همیشه یک نکته گفتیم و در پایان هر برنامه یک نکته را یادآور میشیم از خلال کل برنامه و من حیث المجموع را می عنوان بکنیم موضوع امشب در رابطه با پول ملی و هویت ملی بود پول افغانی و هویت ملی مخشون. تا زمانی که ما به عنوان یک شهروند و شما پدر بزرگوار، مادر گرامی به عنوان یک شهروند و کودکان و نوجوانان ما به عنوان شهروندان و آینده سازان ای سرزمین اگر به فکر هویت ملی ما و با فکر ثبات اقتصادی ما نباشیم و دخل و خرج خود را برابر نکنیم یقینا به تعبیر آمیانه هشت ما گروه نوع ما خواهد بود. پس به خاطر که سردوچار چنین حادثه نشویم خوب است که تعادل را در نظر بگیریم و خرج و دخل خود را برابر بسازیم تا بر های بعدی و ابشب های دیگر به اتفاق مهمان محترم برنامه جناب آقای یوسفی با شما خدافزی میکنیم وقت تا دا نگهدار پاینده باد افغانستان